دقیقاً استیم هست بگیم شما دیگه سلام جلسه پیش نحوه ایجاد بانک اطلاعات و تیبل و اینا رو یاد گرفتیم توی اسکیل سرور دیتا وارد کردیم. این جلسه ادامه شد. حسفیا هرچی درس دادم هست دیگه، هرچی ندادم هست. اول دوم چهارم دیتا بیس فکر میکنم دیتا بیس کلاس دو جدول ایجاد کردیم با هم دیگه. یه جدول برای تولید کننده ایجاد کردم توی دیتا بیس دی بی کلاس تو، برای اینکه یادتون بیاد کیک راست میکنم، دیزاین میگیرم، جدول تولید کننده بود، اس نامبر، اس نیم و سیتی داشت. ادیت میکنم دیتاشو ببینید، سه تا دیتا داره که به این شکل توش قرار گرفت. یه جدول دیگه میسازم، کیک راست میکنم نیو تیبل، جدول کالاها. اگه یادتون باشه من یک نمودار ای آر ان به ام چند به چند رسم کردم، گفتم که تبدیل به جدولش میکنیم. پی نامبر، پی نی، کالر و ویت. کالا، شماره کالا، نامش، رنگش، این تایپ ها هم جلسه پیش با هم دیگه صحبت کردیم که باید به چه شکلی باشه. ویتش هم مثلا فرض کنید که اشاری. پی نامبر رو ست پرایمری کی میکنم، کلید اصلی باشه. یه چیز دیگه هم میخوام یاد بدم امروز، میام توی پرپرتیز این پی نامبر رو میخوام یه کاری کنم که پی نامبر رو تو اینکریمنت باشه، یعنی هر ریکورد خود به خود یه مقدار بهش اضافه بشه به مقدار قبلی. روی پی نامبر کلیک میکنم، میام پنجره پرپرتیز، پنجره پایین، ایدنتیتی اسپسیفیکیشن، ایز ایدنتیتیش رو یست میکنم. یه اسکه کردم، اینجا دو تا مقدار هست، ایدنتیتی اینکریمنت و ایدنتیتی سید. سید یعنی این که از چند شروع بشه، اینکریمنت یعنی این که چند تا چند تا ادامه پیدا کنه. مثلا الان از یک شروع میشه، یک یکی اضافه میشه، یعنی میشه یک، دو، سه، چهار، پنج، بینج. مثلا اگه اینجا می نوشتم که مثلا ده، اینجا مثلا می نوشتم صد، از ده شروع میشه، صد تا صد تا، مثلا ده، صد و ده، دوباره صد تا دیگه، 210 اینجوری. خب اینو کنترل اس میکنم، اسم تیبل، تیبل اف پی و اوکی. این جدول اف پی و اس. یه جدول دیگه که ارتباط بین این دوتا هست رو ایجاد کنیم به اسم جدول اس پی. اس پی نامبر، اس نامبر، پی نامبر و کیو تی وای. خب اینا این که کلید اصلی این جدول، اس نامبر کلید خارجی از جدول اس اومده، پی نامبر کلید خارجی از جدول پی اومده، کیو تی وای هم تعداده، یعنی اینو من میخوام تو این جدول بگم تولید کننده یه شماره فلان از کالای شماره فلان چند تا تولید کرده. ست پرایمری کی، اس پی نامبر رو هم ایز ایدنتیتیش رو یست میکنم که ببینید این دومی رو باید یست کنید نه بالایی. کنترل اس، اسم جدول رو میشه اس پی. تمام، من الان ست جدولم ساخته شده، من میتونم باز جدول رو با کد ایجاد کنم. اول بگم که میخوام از دیتابیس دی بی کلاس تو استفاده کنم. اسم دیتابیس هم زدم، میگم این کوئری هایی که میزنم قراره رو این دیتابیس ایجاد بشه. مثلا میخوام یه جدول بسازم، میگیم که create table، یه اسم میدیم، مثلا اسم جدول رو من گذاشتم TBL.
درست شد؟ پرانتز باز، پرانتز بسته، پارامترهاشو اینجوری میدم. مثلا فرض کنید یه آیدی داره از نوع اینتیجر، یه نیم داره از نوع انورکر 20، مثلا فرض کنید یه سیتی داره از نوع انورکر 30، مثلا فرض کنید یه آدرس داره، آدرس میبینید آبیش کرد، یعنی کلمه ذخیره شده است. حالا مثلا اینجوری میذارم آدرس، آدرس داره فرض کنید که حالا این تکست درست شد از این. بعد میگم که پرایمری کیش باشه آیدی، آیدیش پرایمری کیه. یعنی اون تعریف که الان براتون اونجا دیزاین گرفتم و زدم اینجا با کد نوشتم، البته خب یه مقدار خلاصه است، یعنی من میتونم چیزای بیشتری بهش اضافه کنم که فرصت نمی کنیم که بهتون بگم. اکزیکیوت میذارم، میگه که کامندتون با موفقیت انجام شد. من چون کامند زدم اینجا باید رفرش بشه که بیاره، میرم روی دیتابیسم یا تیبل ها رفرش رو میزنم، بعد بیایم توی تیبل ها میبینیم که این تیبل اضافه شده. خب نکته ای که هست اینه که الان این تیبل رو من ساختم دیگه، تو همین دیتابیس دوباره اگه من اینو اکزیکیوت کنم خطا میکره. چرا؟ چون همچین جدولی ساخته شده. به خاطر چی؟ به خاطر همون سیستم کاتالوگی که گفتم، لغتنامه دیتا یادتونه، دیتا دیکشنری گفتم ذخیره میکنه که این جدول تو این دیتابیس، این اسم جدوله، مثلا TBL اسم جدوله توی دیتابیس DB کلاس 2، درست شد؟ بنابراین دیگه نمیذاره که من تکراری بسازم، پس به همین خاطر ارور میگیره. نکته دیگه اینه که تو محیط SQL سرور من هر چی که سلکت کنم همون اجرا میشه. الان من این خط رو سلکت کردم، دقیقا این خط اجرا میشه و خطا میگیره. اسم جدول رو عوض کنی مشکلی دیگه نیست. آره سیو میشه، مثلا تیبل یکش کنم. آره منتها نگاه کنید، مثلا ممکن شما دستتون بخوره مثلا اینجوری سلکت کنید بعد اکزیکیوت بزنید، این چون همین قسمتی که شما سلکت کردین اجرا میکنه، چون کوئری کامل نیست خب خطا میگیره، درسته؟ ولی خب اگه چیزی سلکت نکنید، هر چیزی که اینجا نوشتین رو برای شما اجرا میکنه. الان باز من اینو اجرا کنم، خب مشکلی نداره دیگه، اجرا میشه. باز باید اینجا تیبل زم رو یه رفرشی بکنم تا تیبل یکم این از این. مثلا اینو خروجی نداره؟ نه، این کد یه جدول برای ما میسازه، خروجیش اینه که این جدول اینجا ایجاد شده، درسته؟ من میتونم دیزاین بگیرم و مثل قبل هر چی که دادم رو ببینم، خروجیش اینه. این از ایجاد جدول. من دیتا توی این جدول ها پر میکنم تا شروع کنیم به کار کردن با این دیتا بیس. اس رو که با هم اینجوری پر کردیم، میریم سراغ پی، کالاها. من ادیت میکنم، ببینید پی نامبر دیگه من نمیتونم چیزی توش وارد کنم، چون خودش قراره یکی یکی اضافه کنه. مثلا کالای پی یک رنگ آبی، مثلا وزن 20، همین که بیام پایین گفتم که ذخیره میشه، احتیاج به سیو نداره. پی دو، کالای پی دو رنگ مثلا سبز و مثلا 15، کالای پی سه رنگ مثلا نارنجی. چرا؟ برای کاله چی چی؟ نه تئوری. خب وقت به چه صورت داری؟ دو سای کودی میگیریم؟ میگم آره کودشو مثلا سبز، سبز نوشتی، حالا رنگ اینم سبز دیگه، مثلا 24، درست شد. اینم جدول کالا.
میریم سراغ جدول بعدی SP ادیت میکنم. دیدین اینجا من دیگه برای اینا عدد ندادم، خودش داره اضافه میکنه. برای SP میگم کالای شماره تولید کننده شماره 1، کالای شماره 1 رو مثلا 10 تا ازش تولید کرد، تولید کننده شماره 1 از کالای 2 20 تا تولید کرد، شماره 1 از کالای 3 5 تا تولید کرد، تولید کننده شماره 2 از کالای 1 10 تا تولید کرد، تولید کننده شماره 2 از کالای 2 مثلا 50 تا تولید کرد. ارتباطشون بود؟ تولید کننده شماره 2 از کالای 3 فرض کنید که 70 تا تولید کرد، تولید کننده 3 دیگه ولش کنید اینو نمیخوام وارد کنم، یه تولید کننده هیچی تولید نکرده مثلا. تولید کننده 3 چجوری حذف شد؟ دو تا اسکیپ رو زدم دیگه. آره اگه اینجوری شد ببینید وقتی من دارم دیتا وارد میکنم اون سطری که من توشم یه علامت قرمز میذاره، یعنی منظورش اینه که این سطح هنوز کامل نشده، کامیت نشده. الان تو سطح بالاییش هم اون سطح ذخیره کرده دیگه، تا سطح بالاییش هم هنوز ذخیره شده دیگه. آره دیگه چون من جابجا شدم خدمتتون بگم که اینم از جدول رو من وارد کردم، کد ساخت جدول گفتم. من برای اینکه یه تولید کننده میخوام ایجاد کنم، یه تولید کننده میخوام ایجاد کنم منطقه با کوئری، با دیتا نه با کوئری. برای اینکه تولید کننده ایجاد کنیم از این کد باید استفاده کنیم، میگیم insert into جدول S تولید کننده، بعد کلمه values رو میذاریم، پرانتز باز پرانتز بسته. دقت کنید توی SQL server، توی SQL server چی شده؟ یه دفعه همتون با هم مشکلی پیش اومد، طرفمو نرسید مشکلی فقط بود. خب پس حالا دیتا رو من اینجوری وارد میکنم، جدول اس رو فیلد اولش من اوتو اینکریمنت نکردم، تولید کننده شماره 4. ببینید به چه ترتیبی من باید اس رو بزنم، همین ترتیبی که اینجا هست، اینجا ستون هاشو ببینید، اس نامبر، اس نیم، سی تی، اس نیم، دیتا وارد کنم. آره تولید کننده شماره 4، نام تولید کننده هست، اسمشو چی داده؟ ای بی سی داده بودیم، دی چون رشته هست تو تک کوتیشن میذاریم، شهرشم مثلا تربیزه. بعد اگزیکیوت مثلا توی تولید کننده جدید ایجاد شده، ما میدونیم اسمش چیه، شهرش چیه، اینطوری. این هم یه روشه دیگه، یعنی وقتی من مثلا یه سیستم یه اپلیکیشن می‌نویسم، کدی که از سمت اپلیکیشن به سمت SQL میاد اینه. آره بعد بازش کنم دیگه، اس رو باید ادیت کنم، اگه باز باشه رفرش باید بکنم. الان این تولید کننده 4 که تبریزه ایجاد شد دیگه. آره برای همه جدول ها شما میتونید اینو استفاده کنید. این از فرض کنید من یه تولید کننده 5 با اسم مثلا ایم اضافه میکنم که بازم تا مثلا اینا رو میشه پشتر هم نوشتیم چون درج ما دونه دونه است دیگه، میشه پشت سر هم نوشت، مثلا 10 تا اینجوری زیر هم بریم سی دی انزر میذاریم مشکل رفرش کردم. آره رفرش کردم خب اینم هست. آره دیگه اینو زدم، این کوئری رو زدم، اون جدوله ایجاد شد دیگه. حالا نکته ای که وجود داره اینه که من مثلا میخوام این پنجمی رو اضافیه میخوام پاکش کنم، درسته؟ میگم چی؟ میگم دیلیت کن فرام، دیلیت فرام، بعد اسم جدول میگم، اسم جدولم اسه.
همونطور که گفتم اصلا مهم نیست تو SQL سرور که ما هر کلمه تو خط بنویسیم، دو تا کلمه تو خط باشه اصلا مهم نیست. ببین من هر جا خواستم اینتر میزنم، سمیکالون نداره آخرش، پس ترتیبش مهم نیست. یعنی من میتونم اینجا شرطم رو اینجا بنویسم، میتونم مثلا اینجا اینتر بزنم اصلا مهم نیست، دوباره اینجا اینتر بزنم اصلا مهم نیست. پس میگم delete from s where، شرطمون چیه بچه ها؟ اگه من شرط نذارم همه جدول s رو پاک میکنم. من برای اینکه فقط میخوام تولید کننده شماره 5 رو پاک کنم، میگم جایی که s نامبرش مساویه 5 باشه. آره دیگه الان ایجاد کردم، اگه اس رو ببینین 5 ای تبدیل، میگم این 5 رو حذفش کن. خب اکزیکیوت میگه که یک سطر افکت، یک وان رو افکت، یعنی تحت تاثیر قرار گرفت. اینجا رفرش کنم، این رفرشه دیگه، این اکزیکیوت اس کیو استاد اس نیم یعنی دادیم حذف کرد، ای رو حذف کرد. چرا اونجا اس کجا؟ اینجا؟ آها آها اینجا رو میگه، نه نات نیست، نات ناله. یعنی من موقع ساختنش گفتم اینا این نمیتونه نال باشه، ولی این میتونه نال باشه. به این نوشته نال، یعنی نال میتونه باشه، میتونه خالی باشه. موقعی که من میخوام دیتا بدم ممکنه شهر مثلا تولید کنندم نمیدونم. خدمت شما هست. اینم از دیلیت. من آپدیت رو بگم بعد دیگه سلکت رو میذارم برگه جلسه دیگه. آپدیت یعنی چی؟ نگاه کنید آپدیت یعنی چی؟ تا آخرش میگم جلسه دیگه نگران نباش. من میخوام مثلا بچه شهر 4 تبریز نیست، مثلا میانه است، میخوام میانش کنم شهر 4. اشتباهی درش کردم، میگم که آپدیت کن. بعد اسم جدول رو میگم، جدول اس ور. شرطمون چیه؟ شرطمون اینه که اس نامبرش باشه. ببخشید قبل از شرط، آپدیت اس رو آپدیت کن. بعد کلمه ست چی رو ست کنم؟ میگم که سیتی مساویه میانه. میشه فارسی نمیشه؟ سلام میام الان 2 دقیقه دیگه تمام. ست سیتی مساوی میانه. آها چون من میخوام اینجا فارسی بزنم معمولا، حالا اینجا هم نزدیم اشکال نداشت، معمولا بهتره که قبل از رشته فارسی N بزرگ بزنیم. یادتونه میگفتم آره یادتونه میگفتم که وقتی تایپ تعیین کنیم مثلا می‌نویسیم n کر n ور کر n نشون دهنده یونیک بودنشه. اینجا می‌خوایم بگیم یک کلمه فارسی بدنش. بهتر موقعی که تو ور شرط می‌ذارید بهتر n بذارید قبلش. حالا اینجا هم نذاشتیم اشکال نداره. فارسی باشه دیگه. وارد کردن اولش نداره. آره. اینجا هم نذاریم میگم. سیتی رو میانه کن جایی که اس نامبر مساوی 4. تولید کننده شماره 4 سیتیش میانه بشه. مهم نیست قبلا چی بود، ولی الان میانش. اکزیکیوت میگه که یک سطر چون باز بود الان قبلی مونده، رفرش کنه میانش. اینطوری. انشالله بقیه‌اش درسته.